موضوع اتوریته است. داستان خودباختگی صوفی به اجماع دیدیم توی داستان صوفی خودش رو باخت به اجماع صوفیان دیگه، یعنی اون چیزی که همه میگفتن رو پذیرفت و با اونا تکرار کرد. حالا ما باید برگردیم سراغ خودمون. گفتیم داستانها رو درون خودمون نگاه بکنیم و ببینیم آیا واقعا ما از لحاظ درونی خودباخته هستیم به چیزی، به کسی، به هر چیزی یا نه. من فکر میکنم هسته. یه خورده با خودمون اگه رو راست باشیم و دقت بکنیم میبینیم که موضوعات زیادی وجود داره هلوهوش ما که ما نسبت به اونا یک نوع حالت خودباختگی داریم. ما خودمون عملا چیزی رو تجربه نمی کنیم ولی باورش داریم، قبولش داریم. یکی از موضوعاتش موضوع دین هست. من که خدا رو ندیدم یا تجربهش نکردم چطور میتونم اون رو باور داشته باشم؟ تو خودم که دقت میکنم میبینم که خب چون جامعه ای داره برای من، خانواده من، مدرسه، بزرگتر، عمو، نمیدونم تلویزیون، اینها همه هی منو بمبارون میکنن با این اعتقاد که مثلا خدا وجود داره، نمیدونم خدا هست و اینها. منم باورش میکنم، میگم بله خدا هست. همه میگم خر برفت و خر برفت، منم میگم خر برفت و خر برفت. از بس که من القا میکنم منم اینها برام اتوریته هستن، نسبت به اونها خودباخته هستن، بخصوص از دوران کودکی، نوجوانی این رو باور میکنم و میپذیرم، چون اصولا ذهن کودک ذهن خامیه و نسبت به بزرگتراش، به خصوص پدر و مادر، برادر بزرگتر، دایی، عمو، نسبت به تلویزیون، نسبت به کتاب، نسبت به اینها خودباخته است. اینا همش براش اتوریته هستن، اینا باور میکنه و حتی چنان باور میکنه که به سن نوجوانی و جوانی و بزرگ سالی هم که میرسه هیچ وقت این زیر سوال نمیبره. یعنی چنان براش اتوریته شده، چنان براش یک حالت مرجعیت بزرگی پیدا کرده که هیچ وقت اینو زیر سوال نمیبره که اصلا این چیزی که بهش میگید خدا این چیه؟ من اصلا تجربهش نکردم. موضوعات دینی و اعتقادی و اینها یک طرف، کلیه موضوعاتی که اجماع رو شامل میشن مثل سنت های مختلف، رسم های مختلف، آیین ها، مرشد، روحانی، کلمه استاد، کلمه استاد دانشگاه، معلم، پدر، مادر، دایی، عمه، عمو، تاریخ دنیا، تاریخ بشریت با اون اسمهای پرتومتراغی که و با اون لحنهای خاصی که بیان میشه، نمیدونم جایزه اسکار، جایزه نوبل، مقام اول، مقام برتر و همه اینها در عالم شعر، در عالم ادبیات. مثلا من میشنم که حافظ، مولوی، نمیدونم سعدی، شاملو، کی اینا همه، چون که اینا یک اسم بزرگی در کردن، همه ازش دارن صحبت میکنن، منم میگم بله اینا آدم های بزرگی هستن. اما خودم تجربه ای ندارم. من میبینم که مثلا یه نفر با چه تعصب خاصی از عطار نیشابوری، از مثلا حافظ، از مثلا حضرت علی، از نمیدونم ژان پل سارتر، از کی اینا همه دفاع میکنه و اینها نمیدونم فخر بشریت هستن، اینها انسانهای بزرگی هستن، فیلسوفای بزرگی هستن. اما مثلا میبینی بهش میگی آقا جان، مثلا تو میگی ژان پل سارتر آدم بزرگیه، مولوی آدم بزرگیه، حافظ کی بگو اینا حرفشون اصلا چی هست؟ نه اینها باعث فخر، یک سری حرفای کلی تحویل میده. خودباختگی انسان رو سطحی میکنه و اجازه نمیده اصولا انسان به عمق مطالب بره، خودش بره، خودش اهل تجربه باشه. اگر واقعا خدایی هست بره خودش تجربهش بکنه. اگر چیزی قابل تجربه هست، قابل لمس، قابل تذوق، چشیدن هست، خودش بره تجربهش بکنه. انسان رو در یک گولی، در یک سطحی نگری فرو میبره. ما اگه خوب به دور برامون دقت کنیم میبینیم که خیلی موضوعات، همین موضوعاتی عرض کردم از جمله
هستن که ما بهشون خودباخته هستیم. خودمون اهل تزوق، اهل چشیدن نیستیم. صرف این که مثلا مولوی عشق رو تجربه کرده میگیم که بله عشق خیلی خوبه و عشق خیلی زیباست، اینا خودم درک نکردم، خودم نرفتم عشق رو ببینم، بچشم، لمس بکنم، اگه خدایی، اگه عشقی هست، اگر هر چیزی، ولی ازش صحبت میکنم. اینجوری آدمو آدم دست دوم میسازه. بگن که توی مثلا سالونی 4-5 نفر اون بر گوشه سالون نشسته بودن و داشتن با همدیگه میگفتن و میخندیدن، چوک میگفتن و میخندن. یه نفر این ته سالون نشسته بود، اونا رو میدید اما صداشون رو نمیشنید، فقط هر وقت اونا رو میزن زیر خنده، اینا هم اینور میزن زیر خنده. بعد چند لحظه اونا تعجب کردن، براشون سوال ایجاد شد، این که صدا ما رو نمیشنه چرا میخنده؟ رفتن ازش پرسیدن، گفتن که تو که صدا ما رو نمیشنیدی، ما چی میگفتیم، چطور میخندیدی همراه ما؟ طرف گفت ما به شما اعتماد داریم. حالا حکایت ما هم همینه، ما هم به مولوی و حافظ و نمیدونم فلان فیلسوف و فلان کس و فلان چیز اعتماد داریم. یعنی خودمون نمیفهمیم چی میگن ولی میگیم درست میگه، آفرین خیلی خوب میگه، چون همه میگن، چون همه میگن درست، اینا خیلی بزرگن پس حتما درست میگن دیگه. باور میکنید حکایت خیلی ما انسان ها اینه، خودمون گلابی رو نخوردیم، مزهش نکردیم، نچشیدیم، اما چون همه میگن خوشمزه است پس میگیم خوشمزه است دیگه.